خوش اومدیم به قسمت آخر دوره تعمیرات نرم‌افزاری موبایل و این ویدیو آخری که راجع به گوشی آیفون داریم و ویدیو آخری هم است که راجع به کل دوره تعمیرات نرم‌افزاری موبایل داریم، ولی خب اینجا تمام نمیشه و ما هر دفعه آپدیت میکنیم. توی این قسمت آخره میخوایم که گوشی آیفون رو ابیابی بکنیم. خب من گوشی آیفون دارم و یه مشکلی برات پیش اومده، میخوام که اینو فلش بکنم یا همون ریستور بکنم و اینکه بالاخره از اینجور مشکل پیش اومده و کلا میخوام اینو ابیابی بکنم، چیکار باید بکنیم؟ اگه یاد بگیری که چجوری گوشیتو ابیابی بکنی، گوشیتو فلش بکنی یا همون ریستور بکنی، از کجا فایل فلشش رو پیدا بکنی و چجوری فلش بکنی و روشاش چیه، همه اینا رو من توی ویدیو بهت میگم. پس منتظر چی هستی؟ بریم سراغ ویدیو. بزن بریم. سلام به همه دوستان عزیز، امیدوارم مثل همیشه عالی و سلامت باشین. من پژمانم و اینجا هم کانال کمب استودیو و خوش اومدی به یه قسمت دیگه از ویدئوی دوره تعمیرات نرم‌افزاری موبایل. خب اولین چیزی که میخوام بهتون یاد بدم آموزش ریسیت کردن گوشیمونه، چجوری گوشیمون رو ریسیت بکنیم یا همون بازگشت به کارخانه که توی گوشی اندروید داریمه. برای انجام اون کار وارد باشه سیتینگ میشیم. این روش میتونم بهتون میگم که کاملا گوشیمون رو مشکلش رو حل میکنه، حالا کاملا که نه ولی خیلی مشکلات جزئی رو حل میکنه. وارد بخش جنرال میشیم، بیایم پایین تر و پایین میایم و ترانسفر و ریسیت آیفون رو کلیک میکنیم. در اینجا دو تا گزینه داریم، erase all content and setting داریم که همه چی رو پاک میکنه و همه چی رو کاملا پاک میکنه. یه گزینه ریسیت هم داریم و خب من نمیخوام چیزی ریسیت بکنم و میتونید این بخش استفاده بکنید اگه مشکلی دارین و اونا بتونید حلش بکنید. ولی خب همه میدونیم که با ریسیت کردن همه مشکل حل نمیشه و ما نیاز داریم که گوشیمون رو فلش بکنیم مثل گوشی اندرویدمون. و بهتونم گفتم فرق فلش با ریسیت فکتوری چیه. ریسیت فکتوری فقط فایل رو پاک میکنه و هیچ تغییر دیگه نمیده، ولی فلش کردن شما میبینید کل نرم افزار رو همه رو پاک میکنید و همه چی از نو میچینید، یعنی کل سیستم عامل رو همه چی از نو میچینید و مطمئنا فلش کردن از ریسیت کردن خیلی بهتر و خیلی بیشتر تاثیرگذاره. خب حالا ما خواهیم یاد بگیریم که چجوری گوشیمون رو فلش بکنیم یا ریستور بکنیم. برای انجام این کار ما میتونیم یا از نرم افزار آیتونز استفاده بکنیم و همه چی خودش همون انجام بده، یا میتونیم خودمون بریم و فایلی که میخوایم دانلود بکنیم و بازم با نرم‌افزار آیتونز نصبشون کنیم. اول از همه میخوام یاد بدم روش دستی چه جوریه و اینکه از کجا میتونیم فایلمون رو دانلود بکنیم، فایل فلش از کجا میتونیم دانلود بکنیم. دو تا سایت بهت معرفی میکنم، یکیش از getios.com، یکی دیگه هم هستش که ipsw.me که هر دو سایت برای دانلود کردن فایل فلشه. من میام در اینجا بخش آیفون، بخش بالاخره دستگاه‌ها روی آیفون کلیک میکنم، مدلش هم اینجا انتخاب میکنم، در اینجا روی مدل کلیک میکنم مثلا 13 پرو و در اینجا ورژن آیوسی که میخوام انتخاب میکنم و روی گزینه گت آیوس میزنم. در اینجا برای من دقیقا آورده میگه که شما این ورژن آیوس 15.3.1 برای دستگاه شما که این هستش ساین شده. خب قرار شما بتایم که ساین و آنساین چیه. آیفون مثل گوشی اندروید شما میگه آپدیتش بکنید و این نمیتونید داونگرید بکنید. توی گوشه اندروید همونطور که بهتون گفتم شما وقتی که آپدیت میکنید بوتتون هم آپدیت میشه و دیگه نمیتونید برگردید به اندروید قبلی و انجام نمیشه روش. و توی گوشه آیفون حالا چجوریه؟ آیفون که خودمون میدیم امنیتش همیشه بیشتر از گوشه اندرویده و خب در اینجا هم باید بالاخره یکم امن‌تر باشه. برای همینم گوشه آیفون یه قابلیت اضافه کرده به اسم ساین و آنساین. رام هایی که ساین باشن شما میتونید نصب بکنید، ولی رام هایی که آنساین باشن شما نمیتونید نصب بکنید. اکثر اوقات iOS آخری که میاد ساین میشه، مثلا الان iOS 15.04 اومده یا 15.4 اومده، خب اون iOS همیشه ساینه، ولی iOS مثلا چه میدونم 14، iOS مثلا 15 خالی یا iOS 13 و قبلیاش اصلا ساین نیستن و آن ساینن و ما نمیتونیم برگردیم به اون نسخه ها. ولی بعضی وقتا پیش میاد که چون مثلا آپدیت تازه اومده، مثلا تازه نسخه 15.04 اومده یا پونسفچا ممکنه باگ داشته باشه، یک دونه فریم ورک کمتر، یک دونه فایل کمتر، یک دونه iOS کمتر، مثلا نسخه 15.3.1 رو میگن اینم ساین میکنن که اگه اون مشکلی داشت رو گوشیمون بتونیم یه نسخه رو برگردونیم. حالا میبینید که نسخه 15.3.1 برای من ساین هستش با اینکه نسخه 15.4 وجود داره، ولی من میتونم این نسخه هم نصب بکنم و میام در اینجا رو گوشی دانلود میزنم و فایل فریم ورک که همون فایل فلش به خاطر گوشی اندروید بهش میگیم و میتونم دانلود بکنم و میخوام نصبش بکنم.
این از این سایت. سایت دیگه هم که IPSW هستش، میام در اینجا و روی آیفون کلیک میکنم، تبلیغات رو میبندم، در اینجا میگه کدوم مدله و میتونم در اینجا کلیک کنم مثلا نسخه 13 یا 13 پرو. ولی خب یه چیز دیگه هم جا داریم، به بخش پایین تر بیایم میرید که گوشای آیفون تو نسخه X و عقب تر چند مدل داشت. X GSM داشت یا X Global یا CDMA. اکثرا این گوشه که تو ایران میاد GSMه. حالا میخوام ببینیم که گوشیمون چیه و اگه بخوایم مثلا گوشیمون کمتر X بود بخوایم فلش بکنیم یا بخوایم بالاخره ریستورش بکنیم کدوم رو باید دانلود بکنیم. بریم تو گوشیمون که ببینیم کدومی که باید دانلود بکنیم. حالا میخوام ببینیم که گوشیمون GSM یا گلوباله یا همون CDMAه. برای اینکه اینو بفهمیم وارد سیتینگ میشیم، میایم پایین‌تر به بخش جنرال میریم، دوباره بخش اباوت میریم و در اینجا شما روی مدل نامبر که کلیک بکنید نوشته A2639. شما اینو یادتون باشه. بعدش میام توی اینترنت سرچ میکنیم VK Repair. وارد سایت VK Repair میشیم. من لینک همینا رو توی دیسکریپشن براتون میذارم و بعدش هم حالا من دوباره برم بالا. در اینجا میاد مقایسه بین گلوبال و جی اس ام بهتون میگه. ولی خب شما حتی آموزش هم داده که از کجا متوجه بشیم. در اینجا نوشته رو مدل نوشته. شما در اینجا میبینید مثلا مدل من اینه. آیفون ایکس جی اس ام و اینجا متوجه بشم این مدلم اونجا پیدا کردم، متوجه میشم که مال من جی اس ام و اگه این بود متوجه میشم که مال من سی دی ام ای و وقتی که میخوام رام دانلود بکنم یا همون فایل فلش یا همون فایل فریم ور میخوام که دانلود بکنم، در اینجا روی این گزینه کلیک میکنم مثلا یا روی این گزینه کلیک میکنم و میام دانلودش میکنم. خب من میام در اینجا و روی 13 پرو بزنم. خب من اینجا روی 13 پرو که زدم دو تا نسخه بهم آورده، یه نسخه ای که برای 15.04 هم که گفتم آخر آپدیتشه، یه نسخه هم 15.31 که این دوتا هر دو ساینن و میتونم هر دوتا رو دانلود بکنم. و اما پایین تر بیایم مدل های آنساین هم برام نوشته، میگه این مدل ها هم برای گوشی تو بوده ولی این آنساین شدن و شما نمیتونی نصبشون کنی. من هر کدوم از اینا بزنم میتونم براتون دانلودش بکنم. و اینم از دانلود کردن فایل فلش یا همون فایل فریم ور. حتما هم توجه داشته باشین که پسوند فایلتون باید IPSW باشه، مثل مثلا فایل رام هایی که ما برای گوشی اندروید دانلود میکنیم پسوند خاص داشتن، گوشی آیفون هم پسوندش باید IPSW باشه. اینم از این. خب ما تا اینجا یاد گرفتیم که اگه گوشیمون به مشکل خورد اول ریسیت بکنیم و اگه مشکل حل نشد بریم سراغ فلش کردن یا همون ریستور کردن. فایل ریستور هم باید گفتم که چجوری میتونیم مثلا دستی دانلودش بکنیم. حالا میخوام سراغ آیتونز که هم به یاد بدم که چطور بتونیم نصب بکنیم، یعنی مثلا اتومات نصب بکنیم، یعنی خودش هم دانلود بکنه نصب بکنه، همین که خودمون بتونیم بهش بالاخره فایل بدیم و این فایلی که دانلود کردیم بهش بدیم برامون نصب بکنه. خب برای اینکه بخوایم فلش بکنیم اول باید برنامه آیتونز رو نصب بکنیم، این یکی که توی قسمت اول ساخت اپلودی بهت گفتم و با اپلودی هم ساختیم. بعد اینکه نصبش کردیم بعد گوشیمون رو خاموش بکنیم. قرار شد بگم که ما دو حالت داریم برای اینکه بخوایم نصب بکنیم، مثل گوشی سامسونگ و گوشی اندروید و کلا گوشی شیائومی که حالت دانلودینگ مود یا اون فاست بود داشت، ما در اینجا قابلیت ریکاوری مود داریم و یه قابلیت دیگه هم داریم اسمش DFU یا دیوایس فریم ور آپدیت، که ما در اینجاها میتونیم گوشیمون رو فریم ورش رو عوض بکنیم، یعنی مثلا دوباره ریستور یا فلشش بکنیم یا اینکه بتونیم آپدیتش هم بکنیم، که آپدیت کردن خود فریم ور که ما تو سیتینگ میتونیم انجام بدیم، روش که از طریق سیتینگ انجام میدیم، چک رو آپدیت میذاریم و بالاخره آپدیت میکنیم، که روش دیگه هم دستیه که در اینجا اینم یاد میگیریم. خب حالا که میخوام بریم وارد ریکاوری مود بشیم چون مود ساده تریه و راحت تر میشه واردش شد به نسبت دی اف یو، اول گوشیمون رو خاموش میکنیم، بعد گوشیمون رو با کابل به کامپیوتر وصل میکنیم. در اینجا دو تا کار باید انجام بدیم. در اینجا گوشی آیفون به دو دسته تقسیم میشن، گوشی قبل از آیفون 7 یعنی 6, 6S و 6S پلاس و کلا قبل از اینا و گوشی بعد از آیفون 7. گوشی که بعد از آیفون 7 هست شما باید دکمه ولوم داون رو نگه داری وقتی که گوشیت به کامپیوتر وصله و یه صفحه میاد که من بهت نمایش میدم و اون صفحه وقتی که اومد یعنی ما وارد ریکاوری مود شدیم. ولی برای گوشی آیفون 6 به پایین تر شما دکمه هوم رو نگه داری، دکمه هوم رو به مدت 5 ثانیه نگه میداری همون موقع که گوشیمون به کامپیوترمون وصله و باید برای ما آیتونز هستیم که تو گوشیمون عکس نرمافزار آیتونز میاد که ما وارد حالت ریکاوری مود میشیم. در کامپیوتر هم چنین بخشی میاد، من توی گوشی قبلی که انجام دادم اون عکسش رو بردم اینجا که بهت نشون بدم و روی این گوشی نمیخوام که ریستور انجام بدم. و در انجام که ایروری که میبینید اومده و بهتون میگه گوشی تو آپدیت بکن، قبلش حتما چک بکنید اگه فایند مای آیفون فعال باشه اونو خاموش بکنید. راجع به قفل FRP بهتون گفته بودم توی گوشی اندروید،
و فلت فور پی اینجوریه که شما داری گوشیتون رو فلش میکنید، وقتی که داره ران میشه اول از همه ازت میپرسه که رمز جیمیل چی بود. توی آیفون هم ما همین داریم که میگه رمز اپل آیدی چیه. اگه نمیدونی یا اگه یادت نمیاد اونو سعی کن خاموش بکنی و خیلی مواظب باش که این قفله خیلی دردسر داره برداشتنش. و اینکه اگه خب یادت میاد که مشکل نداره رمزشو میذاره و وارد گوشیت میشی، اینا کار نداره، میره میبندیم. در اینجا که وارد ریکاور مود شدیم دو تا کار میتونیم انجام بدیم. هم میتونیم گوشیمون آپدیت بکنیم، یعنی همون کاری که تو گوشیمون انجام میدادیم گزینه چک فراگ بیت میدیم آپدیت میشد، همین کار دنجی رو گزینه آپدیت بزنیم خودش آخر نسخه دانلود میکنه نصب میکنه. یا اینکه ریستور بخوایم بکنیم، اگه ما ریستور کلیک بکنیم، حالت معمولش کلیک بکنیم، خودش میره و فایل ریستور رو دانلود میکنه و خودش همون ریستور انجام میده. اما مثل الان که ما فایل خودمون داریم چیزی باید نصب بکنیم یا چیزی میتونیم آپدیتش بکنیم. برای اینکه بتونیم از فایل ریستور که تو کامپیوترمون نصب هستش استفاده بکنیم، دکمه شیفت و ریکورد نگه میداریم و روی هر گزینه چه ریستور چه آپدیت میتونیم کلیک بکنیم. و اگه با دکمه شیفت کلیک بکنیم یه صفحه برام باز میشه که ما میتونیم فایلمون رو انتخاب بکنیم. و همونجا هم بهتون گفتم اگر روی آپدیت بزنیم با این حرکت فقط آپدیتش میکنه، اگر روی ریستور بزنیم کلا ریستورمون میکنه و همه چی کار میکنه دوباره نصب میکنه. راجع به ریستور کردن گوشی آیفون هم چند تا نکته خیلی خیلی مهم بهتون بگم. یکی اینکه مراحل انجام دادنش خیلی آسونه، یعنی واقعا شما میتونید گوشیتون رو وصل بکنید توی نصب آیتونز با دکمه زدن ریستور، خودش دانلود میکنه، خودش نصب میکنه، خودش همه کار انجام میده. اما یه سری نکات خیلی مهم وجود داره. گوشی آیفون وقتی که مشکل بخورن، بعضی‌ها ممکنه مشکل سخت افزاری داشته باشن، مثلا نمیدونم هاردشون مشکل داشته باشه، پیس باندشون مشکل داشته باشه و کلا یه سری مشکل داشته باشن که شما در حالت عادی متوجهش نباشید. مثلا در گوشی کار میکنه به راحتی، گوشی روشنه، همه چی بالای میاد، همه چی کار میکنه. یه سری مثلا مشکل ریز فقط دارین که اینا مشکل سخت افزارین ولی ما در عمل تو کاری اصلا متوجه اینا نمیشیم، که این مشکل هم ما وقتی ریستور میکنیم متوجهش میشیم. که از اون مشکلاش میشه گفتش که ارور 9 14 40 40 14 0 21 40 13 1 و ارورهای مختلفی وجود داره. ارور صفحه قرمز، صفحه آبی و گیر کردن روی ریکاوری مود. از جمله ارورهای آیفون اینا هستن که اینا همه مشکل سخت افزاری دارن و هیچ ربطی به ریستور کردن شما نداره. و مثلا شما دارین گوشی آیفون ریستور میکنین، وقتی به این مشکل خوردین، این مشکل مشکل سخت افزاری هم و به ریستور شما هیچ ربطی نداره و مشکل از روند کار شما و اشتباه انجام دادن کار شما نیستش و این مشکل مشکل سخت افزاری هم که پنهان بودن. پس ممکنه ریسک هایی هم داشته باشه، علاوه بر اینکه خیلی ساده هم هستش. و حالا میخوام راجع به مود دی اف یو بگم که پیشنهاد میکنم اگه میخواین ریستور انجام بدین بیشتر روی مود دی اف یو این کار انجام بدین. بریم ببینیم که چطور باید وارد مود دی اف یو بشیم. برای باشه مود دی اف یو شما گوشیتون رو خاموش بکنید، واسه از کابل به کامپیوترتون وصل بکنید، آیتونز رو باز بکنید. در اینجا بازم به دو بخش تقسیم میشیم، گوشی بالاتر از آیفون 7 یا آیفون 7 و گوشی پایینتر از آیفون 7 یا ما 6S پلاس به پایینتر. اگه گوشی سری 6S پلاس به پایینتر داری، دکمه پاور رو مدت 3 ثانیه نگه دار. بعد از 3 ثانیه دکمه هوم نگه دار، این دوتا رو با هم به مدت 10 ثانیه نگه دار. بعد از 10 ثانیه دکمه پاور رو ول کن و دکمه هوم رو به مدت 5 ثانیه دیگه نگه دار. و صفحه ام که براتون باز میشه برعکس صفحه ریکاوری مود هیچ تصویری نداره و کاملا سیاه مثل عکسی که اینجا میبینید، ولی کامپیوتر گوشی شما رو میشناسه. برای گوشی آیفون 6S پلاس بالاتر از 7 بالاتر اینجوریه که شما دکمه پاور رو بعد به مدت 3 ثانیه نگه دارید، دکمه ولوم داون رو با دکمه پاور رو بعدش به مدت 10 ثانیه نگه دارید، بعد از اون دکمه پاور رو ول کنید و 5 ثانیه هم دکمه ولوم داون رو نگه دارید. با این کار وارد مود دی اف یو میشیم. وقتی که وارد مود دی اف یو بشیم که در اینجا تو کامپیوترمون چه محیطی میاد، در اینجا این ارور که اومده مهم نیست، زب در میزنیم. برای این نکته من دوباره بهت میگم رمز اپلودیت به ایجاد فراموشت نشه. در مرحله بعدی اینجا میبینید که کلا همه چی فرق کنه و فقط گزینه ریستور فعاله. میتونید مثلا عادی روش کلیک بکنید خودش دانلود میکنه و نصب میکنه برامون، یا که دکمه شیفت نگه داریم روش بزنیم و فایلی که خودمون دانلود کردیم روش کلیک کنیم و بهش بدیم که ریستور بکنه. و به همین راحتی میتونیم گوشیمون هم ریستور بکنیم. خب اینم از این آموزش فلش کردن یا ریستور کردن گوشی آیفون کامل بهت گفتم. خب دو تا سایت هستش که من معرفی بکنم برای کنترل بر روی اپل آیدی مون. یکیش سایت appleid.apple.com که اینجا وارد میشیم، ساینینگ میکنیم، اپل آیدی مون رو میزنیم و میتونیم مدیریت بکنیم اپل آیدی مون رو. یه سایت دیگه هم هستش به اسم آی کلاود که در اینجا اپل آیدی مون رو وارد میکنیم و ساینینگ میشیم و هر دوی این سایت ها کمک میکنن که ما بتونیم مدیریت بیشتری برای اپل آیدی مون داشته باشیم. و اینم از این. مرسی تا اینجا که همراهم بودی. امیدوارم از این ویدیو کلی خوشت اومده باشه.
و این مطالبی که توی این ویدیو گفتم به دردت خورده باشه. دمت گرم که حمایت میکنی، لایک میکنی، کامنت میذاری یا کامنت انگلیسی میذاری، سابسکرایب نکردی سابسکرایب میکنی، دکمه زنگوله هم میزنی تا هر وقت که ویدیو بعد گذاشتم اولین نفر تو باشی که میبینی. مرسی که اینجا کامران بودی و تا ویدیو بعد مثل همیشه استی کریتیو. سلام.